از قهر دوباره حامد آهنگی تا بررسی تقلب‌های شب‌های مافیا، این بار رسوایی بزرگتری در پشت پرده شب‌های مافیا است. آیا مقصر اصلی در پشت دوربین هاست؟ همه و همه در این قسمت از کانال 13. یاران و یاوران همیشه کانال 13، حالتون چطور؟ اگه طرفدار شبای مافیا حامد آهنگی و این جینگولک بازی هستید، این ویدیو مختص شماست، پس از دستش ندید. همونطوری هم که میدونید و مشاهده نموندید، حامد جان آهنگی یه بار دیگه هم از شبای مافیا قهر کرد، اما با این تغییر که یه تنه نسخه شبای مافیا رو پیچید و به گمونم دیگه این برنامه ساخته نشه، چون خیلی از بازیگرام اعلام کردن که دیگه نمیرن شبای مافیا. قهر این بار حامد دلیل قانع کننده داشت، علل خصوص برای کی؟ برای بیننده هایی که این مخالفت شون رو هم همچین پروپیمون نشون دادن. حامد آهنگی تو قسمت دوم از فینال فینالیستا که به همراه حسین مهری، آیشا مهرابی، فلامک جنیدی مافیا شد، همون شب اول رگبار شهروندا رو به سمتشون گرفته شد و حسین مهری رو بیرون دادن. بعدم یکی یکی مافیا لو رفتن، اونم بدون فکت خیلی درستی. یه جورای شهروندا از دم تا پلیر شده بودن و همین دلیلی شد که حامد از یه جایی به بعد بلند شد بگه اول منو بندازید بیرون و با یه لحنی گفت که شما مغرور میشید از یه جایی به بعد و فکر می‌کنید خیلی بازی بلدی. نقش خودش رو لو داد و پاشد رفت بیرون. از بازی خارج بشوم و شما پلیرهای حرفه‌ای رو با هم تنها بزنید. بعد اینکه شهروندا هم پیروز شدن اصلا خوشحال نبودن و گفتن این بازی بردش هم برامون دلچسب نبود. بعد پخش این سری اما تعداد زیادی از عزیزان ریختن تو صفحه مجید واشقانی و بستنش به الفاظ درشت و رکیک و متهمش کردن به تقلب، چون مجید اولین کسی بود که انگشت اتهامو برد به سمت حامد آهنگ. مجید واشقانی هم توی پست با این کپشن که فقط برای گریه های تو ویدیویی رو منتشر کرد و توضیح داد که منظور رو حامد من نبودم و آره خلاصه 10000 تا فحش هم دادید، اما به خدا منظور کسی دیگه بود و اتفاقا از حامد پرسیدم که حامد روی صحبت تو با من بود و به زرس قاطع گفت نه و حتی گفت که اصلا روی صحبتش کی یا کیا بودن. حالا گریه های کی منظورشه آقای واشقانی؟ من عرض میکنم خدمت تو، فقط قبل شما سابسکرایب کنیم ویدیو رو، کانال رو در واقع لایک کن و واسه رفیقات هم بفرستیش. جونم براتون بگه که منظور واشقانی جان یه عزیزی بوده که توی دایرکتش رفته و با گریه گفته که از توهین‌هایی که به شما بوده من ناراحت شدم و دارم گریه می‌کنم. دوام می‌کرد با موبایل داشت فیلم برداری می‌کرد. خودش هم در تصویر نبود، صداش بود و مثل ابر بهار گریه می‌کرد. الان مجید جان ما ریسور کردی یا خواستی نگاهی به سینمای بالیوود بندازی؟ تو 10000 تا کامنت رو میگی نخوندم، ولی بهم رسوندن که تو کامنت ها به توهین کردن. بعد چجوری اتفاقی رفتی دایرکت یکی رو خونده اونم کسی کسی نمیشنسیش؟ در ادامه هم حامد آهنگی زیر همون پست کامنت گذاشته که مجید جان دل مندم، تو دوست خوب منی، منظورم تو نبودی، تو پلیر خفن و کار درستی هستی. مجید هم جواب داد و حسابی مچ و بوس و لا و اینا ترکوند. حالا داستان این منظورم تو بودی یا تو نبودی یا چیست؟ جونم براتون بگه که این برمیگرده به زیر حامد آهنگی که نوشته بود من از بیننده عذرخواهی کردم و کاش متقلبین عذرخواهی کنن. این داستان تقلبا از یه جایی نشأت میگیره که الان میگم براتون. سری اولی که آهنگی قهر کرد به خاطر دستمزد بود که اعتقاد داشت این که از همه کمتر پول بگیره یه جور توهین و یه جورایی هم اسم سعید ابوطالب تهیه کننده و کارگردان شبهای مافیا رو روی زبون ها انداخت. ابوطالب هم چون بهش برخورده بود از طرفی هم دلش نمیخواست برنامه زمین بمونه و دید طرفدارا حامد رو دوست دارن با آهنگی تماس گرفت که سری بعدی بره. اما خب میگن که بعضی پلیرها دست به یکی کردن و مافیا رو لو دادن. حالا راز و دروغش گردن خودشه، اما خب توی سکانس از برنامه دقت کنید علی اوجی شب بیدار میشه به پای صحنه هم نگاه میکنه و این یه نوع گاوبندی برای بیرون کردن مافیاست و تو خیلی سکانس های دیگه علی اوجی چشم از عوامل پشت صحنه بر نمیداره. اگه یادتون باشه تو اولین فینال برنامه مافیا هم امیر مهدی یه جوری چشاشو بست و گفت من دارم میبینم. حالا شما میبینی؟ آره. چند تا؟ کدوم؟ این دو سه تا. جواد هاشمی هم تایید کرد که خود ابوطالب بعدش نمیاد متقلب کنه و این رو واسه جذابیت برنامه خودش حفظ میکنه. من مطمئنم ایشون از تقلب کردنه. بازیگران استقبال میکنه. داستان صد تا دوربینی هم کشکه، چون اگه یادتون باشه بیرنگ علوی یه بار چشم باز کرد نهایت توی تدوین صدای آژیر گذاشتن و دیگه تمام شده رفت. یکی از باگایی که برنامه مافیا داره و تایید کننده حرف سید جواد هاشمی مبنی بر اینه که بله خود ابوطالب از تقلب بدش نمیاد، همین مدل چینش صندلی هاست که این میز گرده و بقیه هم دیگر خوب نمیبینن. البته اینم بگم خداداد عزیزی هم از تقلب زخمی بود که تو همین قسمت گفت من میتونم پشت سرم هم ببینم، یه وقت نگن داری از پشت سرم خط میگی.
باگ دوم نداشتن ماسک بازی مافیا است. یعنی شما نسخه تلویزیونی مافیا رو هم ببینید همه ماسک دارن که کسی چش باز نکنه. حالا اون به کنار تو کافه هم بری بازی کنی همه ماسک دارن. یعنی منقدر قیمت ماسک پایینه که دیگه اون عوامل چرا نمیرن تهیه کنن؟ چرا فکر میکنن قیمت بالا؟ یه نکته دیگه هم اینه که این تقلب و گاوبندی رو تایید میکنه اینه که عصبانیت برزو ارجمند تو اون قسمت از برنامه است که بعد از باخت اومد جلوی دوربین که امیرعلی نوویان و علیرضا طلیسچی چش باز کردن و با هم بستن که مافیا رو بدن بیرون و من ثابت میکنم کافیه یه بار دیگه فیلمو چک کنی. همین لحظه با یه لحن تند عصبانی اما واسه تکذیب کردن حرف برزو حتی حاضر نشدن تو تدوین ویدیو بذارن و بگن آقا شما اشتباه میکنی و اینا دست به یکی نکردن و خیلی شیک و مجلسی این موضوع مالکشی شد و رفت به یک کارش. این که تقلبا چقدر ساعت داره با یه اشاره ریز میشه به همتون ثابت کرد. اگه بخواید تاپ پلیرهای بازی رو معرفی کنید توی همه سری ها به کی اشاره میکنید؟ خب بدون شک آمد آهنگی، خداداد، حسین مری، ایمان صفا، مریم مومن، دلال، پروانه. این که خانم پروانه نمی اومد دلیلش حالا بعدا میگم، ولی تو همین قسمت اول این سری که دیده باشید یه حسین مری، مریم مومن و ایمان صفا طوری بازی میکنن که هم شهر رو به باد میدن، همین که فوق نابلد میشن، همینه که شب اول تارگت داشتن با اینکه شهروند شدن شب اول هم دیگر ترکوندن و یه دونه مافیای درستم بلد نبودن. تو این ویدیو قرار نیست بگیم همین عزیزا متقلب بودن یا نه، ولی نابلد شدن یه اویی که پیش میاد خب خیلی خیلی مشکوکه. جدا از اسپانسرهای بی خود این سری که پنیر و ماست بودن، باید یه نکته دیگه هم اشاره کنیم. اونم اینه که چه دلیلی وجود داره برای اینکه پافشاری کنی سه قسمت تو 21 روز ضبط شده و هر بار بگی هفته پیش، خب همش توی شب دیگه، باورتون نمیشه. الان عرض میکنم. نکته اول مدل نون پنیر خوردن علی اوجی که داره از گرسنگی میمیره و به تیکه میگن که ما گشنمونه دیگه تمومش کن. نکته بعدی خواب بودن بازیگرا و خستگی که از ریختشون میبره. شما یوسف صیادی رو که یادتونه تا میرفت بیرون رو کاناپه خوابش میبرد بس که از 6 صبح تا 12 صبح سر ضبط بوده. خب یه روزی رو بیاد بذارید که تو سه روز پشت سر هم نباشه، یا اینکه به مخاطب احترام بذارید که اینقدر چاخان نکنه. نکته بعدی که وجود داره بهش اشاره نشد، دعوت نشدن تلان پروانه، بهار افشاری، امید آجیلی و حسین سلیمانی و مهید زندی که از خوبای بازی بودن و با وجود اینکه بیکار بودن برای فینال این سری حضور نداشتن. شاید به خاطر این بوده که خیلی خوب حدس می‌زدن. بله و بعضی خوششون نمی‌اومد. در ادامه این داستان کامنت گذاشتن ها ایمان صفا که تیزر قسمت اول رو توی پیجش آپلود کرده و در جواب کامنت ابراز احساسات حسین سلیمانی نوشت که جات خالی بود رفیق، شاید بعد از این جای من هم، و رسما اعلام کرد که دیگه مافیا نمیره. خب جیگرا، حالا شما بگید به نظرتون تقلب شده یا نه، و اینکه طرفدار کدوم پلیر شبهای مافیایی. کانالمونم سابسکرایب کنید، این ویدیو رو برای دوستاتونم بفرستید، اگه بقیه ویدیوها رو هم ندیدید که دیگه بشتابید ببینید، و جزئیات قهر آهنگی رو ما ویدیوش ساختیم تو کانالمون هست، اون قهر اولش رو میتونید برید نگاه کنید و حالشو ببرید.